سلام از بکنم خدمت شما علاقمندان عزیز چند هفته ای هست که با این مسئله سادلوهی اعتماد باورپذیری اون اصطلاح گالبلیتی درگیر هستیم و اگر شما در واقع کانال و صفحه, صفحه اینستا رو دنبال کرده باشید مثلا دو هفته پیش بود کتابی رو معرفی کردم به نام دیروز که به دنیا نیومدم نوشته هوگو مرسیر و این کتاب اتفاقا در واقع پیشنهادهای زیادی دریافت کردم سوالات زیادی دریافت کردم خیلی ها سوال میکردن که واقعا بدبینی آیا واقعا همیشه مشکل سازه ما کجا باید بدبین باشیم کجا باید اعتماد بکنیم اصولا چگونه اتفاق میفته که آدم خیلی باهوش میبینی رو دست میخورن یا در کنار اون ما شاهد هستیم که مثلا مردم در واقع قربانی کلاهبرداری های متعدد میشن و وقتی نگاه میکردی آدمای همچین ساده هم نبودن یا برعکس شما میبینی یه عده هستن خیلی ساده لوح هرچی میگی باور میکنن زود سرشون کلاه میره تو زندگی بین فردیشون آسیب پذیر هستن و هفته قبلا باز کتاب دیگه رو معرفی کردم از مالکوم گلدول در واقع گفتگو یا صحبت با غریبه ها که ما هنگامی که با غریبه ها صحبت میکنیم گاهی اوقات نمیتونیم دروغ های اونا رو به راحتی متوجه بشیم و اتفاقی که میفته اینه که افراد وارد گفتمان و دیالوگ با اونا که میشن خیلی راحت یا گول میخورند و هرچی که طرف مقابل میگه میپذیرند در مجموع کامنت ها و این بازخورد هایی که از علاقمندان دریافت کردم به فکرم رسید که اصلا یک بحثی رو دنبال بکنم چون مدت ها بود این رو هم داشتم آماده میکردم این رو تسریعش کنم که هرچه زودتر خدمتون ارائه بدم و اونم مسئله اعتماد هست مسئله اعتماد به ویژه با تاکید بر مسئله اعتماد اجتماعی پس اگه اجازه میفرمایید میخوایم یک کورس یک دوره یک درس گفتاری رو شروع بکنیم در مورد مقوله تراست سوشال تراست یا اعتماد اجتماعی این مبحث فکر کنم مبحث درگیر کننده ای خواهد بود و امیدم اینه که شما رو به فکر و تأمل واداره که واقعا این مسئله اعتماد که ما میگیم چیه و چی میشه که ما مثلا به یه عده اعتماد میکنیم به یه عده اعتماد نمیکنیم و در این حال این سوال هم مطرح کنیم که آیا بین اعتماد پذیری اعتماد کنندگی آدم های مختلف تفاوت های هست چیه بعضی ها ساده چیه بعضی ها خیلی بدبین هند و در واقع یک انبوهی از مطالب رو میخوایم امیدوارم تو این برنامه بتونیم پوشش بدیم مسئله اعتماد بین فردی میدونید که بعضی ها هستن که اصلا یه جور بدی به همه بدبینند بعد همین اعتماد بین فردی ما میخوایم بحث کنیم که آیا ریشه در کودکی انسان ها داره آیا اینجوریه که اینا میگن از بچگی ما تو خانواده بار اومدیم که به همه چی بدبین بودن در نتیجه من از پدر مادرم این قضیه رو به ارث بردم و هرچی اونا میگفتند که به قریبه ها اعتماد نکن اصولا همیشه مواظب باش همیشه مراقب باش سرت کلا نره یا اصلا ژنتیکیه من در اون درس گفتار شبه سرگردان آرتور ینسن این مسئله رو مطرح کردم که خیلی باب شده ما خیلی از چیزها رو تو ژن میبینیم تو دی ای میبینیم آیا ما ژن ساده لوحی ژن بدبینی داریم و اصولا چه اتفاقی میافته آیا باهوش ارتباط داره آیا این مسئله مثلا اون جوری که میگن با بعضی ناقل های شیمیایی مغز اکسیتوسین دوپامین در جریانه یک انبوهی از کتاب و مقاله که بعضیاشون هم دیگه خیلی روانشناسی زرد هستن به بازار اومده که آره اکسیتوسین هرمون اعتماده مثلا زن و شوهر اگه اکسیتوسینشون بالا باشه خیلی به هم اعتماد دارن اکسیتوسین که میاد پایین شروع میکنن به هم بدبین شدن و باز ما میدونیم که این مسئله با خوشبختی ارتباط داره یعنی خیلی از مطالعاتی که راجع به رضایت از زندگی حس خوشبختی داشتن اینو نشون دادن که آدمایی که به همه اعتمادن تو روابط بین فردیشون همیشه حس میکنن سرشون داره کلا میره همیشه از زندگی نالانن یه احساس قرقر کردن دارن از زندگیشون راضی نیستن و اصلا روانشناسی اعتماد چیه؟ آیا ساده لوحی و اعتماد در واقع با هم مخلوطند آیا برای اینکه ساده نباشیم باید بی باشیم یعنی این مقوله ساده چگونه با مسائل دیگه ارتباط پیدا میکنه آیا فرهنگیه یعنی اونجوری که میگن بعضی فرهنگا آدما رو بدبین بار میارن مثلا ما خیلی میشتمیم میگن این اروپایی ها خیلی ساده لوحن به خصوص اروپای شمالی ها مثلا نروژیا سوئدیا یا در عوض میگن مردم خاور میانه فرهنگشونه یه جوری اینا به همه چی بدبینن هرچی هر چی میگیر اینا با دیده یه شک نگاه میکنن آیا به فردگرایی رب داره مثلا تو جوامعی مثل چین که مردم اینقدر مثلا اصطلاحا گفته میشه جمعگرا هستند کالکتیویست هستند توی اینها بدبینی کمتره یا بیشتره توی اون حوزه های سنتی که خیلی مردم تو دل همدیگه هستند میبینی خیلی از روابط همدیگه اطلاع دارن بدبینی چطوره اعتماد چطوره جامعه فردگرا چطوره چون ما میدونیم مثلا به سمت اروپای غربی که میریم اون حالت فردگرایی ترجمه ایندیویدوالیسم افزایش پیدا میکنه تو دموکراسی ها یا مردم اعتمادشون بیشتره آیا اعتماد یه پدیده پایداره یا سیاله مثلا وقتی میگن یکی آدم بیاعتمادیه آیا این از کودکی به آدم میمونه و تا آخر عمر در واقع سایه اون رو سر ماست یا اینکه نه نوسان میکنه مثلا میبینی بعضیا هستن میگن این یه دوره های خیلی خوشبین بودم دنیا رو خیلی دوستانه میدیدم اصلا این حسو نداشتم مردم دارن از من سوء استفاده میکنن بعد یه اتفاقایی افتاد من بعدش دیگه خیلی به ذات بشر بدبین شدم یا این حسو داشتم که باید خیلی کلاه خودم رو محکم بچسبم دنیا شوخی با کسی نداره از یه طرف تعداد زیادی جامعه شناس اقتصاددان اونایی که متخصصین علوم سیاسی هستند اصلا میگن توسعه و پیشرفت لازمش داشتن اعتماد بین آهاد جامعه است وقتی اعتماد بین مردم فرو میپاشه اقتصادم فرو میپاشه سیاست به قهقرا میره و اصلا توسعه امکان پذیر نیست چون همه نگرانن که سرشون کلا نره یا حتی یه بحث دیگه مطرح کنیم آیا اعتماد مقوله اخلاقی است مقوله عقلانی است آیا آدم باید اخلاقا به دیگران تهمت نزنه و خوشبین باشه آیا انسان اخلاقی بدبین ترن ساده ترن کدومشه اینا همه مباحثی هست که من امیدوارم توی این چند جلسه خدمتتون ارائه بدم رو بخواین یکی از دلایلی که خودم دوست داشتم این رو ارائه بدم اینه که خیلی این سوال در واقع بین دوستان همکاران مطرح می شد که واقعا این پدیده اعتماد چیه حتی شما می بینید در محافل دوستانه مهمانی اینام رها کننده نیست جمله رو زیاد میشنوید که مثلا آه مردم دیگه یه جوری شدن به هیچ نمیشه اعتماد کرد عجب روزگاری شده یا حتی یک سری جملات کلیشه‌ای میشنوی ایرانی جماعت اصلا باید کلا برداری میکنه دیگه یه راست نمیگه همیشه دنبال کلکه همیشه دنبال سر بغل دستشو کلا بذاره یا یه دلیلی که همیشه مطرح میکنن مثلا میگن چرا ما پیشرفت نمیکنیم چرا خودرومون اینجوریه چرا شهرسازیمون اینجوریه میگن برای که همش دنبال کلا نمیخوایم به همه اعتماد کنیم همیشه میخوایم سوء میخوایم بحث کنیم ببینیم این چیه داستانش واقعا با ژن اکسیتوسینه اصلا یک بحث واقعی هست یا یک دیالوگ تو است اصلا چیزی به نام اعتماد قابل اندازه گیریه اینا بحث است که من میخوام توی این چند جلسه دنبال کنم توی این مقدمه خدمتتون یادآوری کنم که وقتی شما تو روانشناسی فردی تکامل فردی نگاه میکنید اعتماد یک جایگاه خیلی برجسته داره یعنی شما در واقع به ندرت میبینید که مقوله اعتماد مورد بحث قرار نگرفته باشه و اصلا به عنوان یک روانپزشک خیلی از مشکلات مراجعان را توی مقوله اعتماد میبینم شما میدونید منتها علیه بی اعتمادی همون حالتهای پارانویاست باورت به اینه که کل افرادی که اطرافت هستن بدخواهتند دوستت ندارن میخوان سرت کلاه بذارن و در واقع میستراست اون بیاعتمادی یکی از ریشه آلام بسیاری از افراد مراجعه کننده به بخش های روان پزشکی رو تشکیل میده و حتی میدونید که اریک اریکسون که یکی از نظریه پردازان اصلی تکامل فردی است و در روانشناسی روانپزشکی و روانکاوی یک جایگاه برجسته ای داره معتقد اولین چالش بشر اولین مقوله ای که برای بشر باید به درستی حل بشه تا بتونه با موفقیت به مرحله بعد بره میدونید او هشت مرحله رو در یک زندگی انسان تعریف میکنه مرحله اولش اعتماد در مقابل بیاعتمادی است و معتقده که تو 18 ماه اول کودک مسئله حل میشه یا انسانی بار میاد که اصولا دنیا رو یک محل بسیار ترسناک پر از دسیسه پر از بدخواه پر از دروغ و فریبکار میبینه یا اینی که نه یه آدمی بار میاد که اعتماد داره غریبه ها رو دوست داره به اونها احساس منفی نداره و میتونه باهاشون وارد یک رابطه بشه و این مثلا معتقد اریکسون که حتی شما بعدا توی روابط کاریتون روابط اجتماعیتون زندگی زناشویتون این در واقع میراسش برای شما باقی میمونه و رهایی از اون تقریبا امکان پذیر ن... بگیم نبا... غیر ممکن نباشه خیلی دشوار امکان پذیره پس میبینیم که مثلا مقوله تراست مقوله اعتماد در روانپزشکی یک جایگاه خیلی برجسته داره و تا مدت ها روان ها معتقد بودن که اصلا این ریشه بسیاری از آلام ماست حتی افسردگی رو هم با این توضیح میدادند. میگفتند وقتی شما معتقدی دیگران بدخواهتن از روی لجاجت از روی سوء نیت حرف میزنند تعریفشون رو حتی یک نوع تمسخر میبینی خب بعدا این تو سلامت روانت خیلی اثر خواهد داشت پس یک روانشناس یک روانپزشک و اصولا هر کسی که به امور جامعه و انسانها علاقمنده و خودش رو یک انسان خوشفکر میدونه نمیتونه از کنار این مقوله اعتماد و بیاعتمادی راحت رد بشه حالا برای اینکه یه ذره بکشونیمش به محصای روزمره و همچنین چیزهایی که ممکنه شما در مهمانی ها بشنوید در این کانال ها مرتب پیام میبینید فقط در لول فردی نیست در سطح فردی نیست ما در سطح اجتماعی و کلان هم این مسئله اعتماد و بیاعتمادی و اینا رو میبینیم و شما حتما زیاد شنیدین این رو که مثلا ایرانی ها چون به دلیل این تاریخ پرفراز و نشیبی که داشتند مورد خیانت قرار گرفتن مورد حمله دشمنان از هر جهت قرار گرفتن این تاریخی که مغول اومده قوم های مختلف اومدن ایران رو ویران کردن باعث شده که در ذات ایرانی جماعت یک بدبینی و بیاعتمادی به اطرافش وجود داشته باشه و این حتی گاهی اوقات در زمره این اصطلاحات جامعه شناسی خودمونی هم در اومده مثلا مثال میزنن میگن ببین سوئدی مثلا خیلی راحت به همه اعتماد میکنه ولی ایرانی معتقده که همه دارن دروغ میگن اصلا باید مواظب باشی اصلا هر کسی رو میبینی یک کلکی تو کارش داره چخام میکنه آیا اینا صحت داره آیا اینا باورهای درستی هن؟ آیا اصلا قابل اندازه‌گیری آیا ملت‌های دیگه هم همچین چیزهایی دارند اینا هم چیزاییه که ما میتونیم بهش بپردازیم امیدوارم از این مبحث من بخشی از اینا هم خارج بشه سالها پیش بعد از دوره رزیدنتی این کتاب رو من خوندم کتاب جالبی بود میدونی از این جهت که حالا نه اینی که یک آمریکایی اومده راجع به ایرانیا نوشته بیشتر اینش جالب بود که یک ناظر بیرونی وقتی اومده توی ایران چه چیزایی جلب توجه کرده براش حالا منظور من نیست که نظرش صاحبه و او رو به عنوان یک اتوریته بدونیم بلکه به عنوان یک خارجی که با فرهنگ ایران اومده قاطی بشه چه چیزهایی در آورده Language Status and Power in Iran نوشته ویلیام بیمن این کتاب مال 1986 ه من یادم جز اولین کتابهایی بود که بعد از فارق و تحصیلی به دستم رسید و این رو خوندم و لذت بخشه این خوشبختانه ترجمه هم شده زبان منزلت و قدرت در ایران ترجمه آقای رضا مقدم کیا نشر نهی بخونیدش اگر نخوندید کتاب جالبیه ویلیام بیمن قبل از انقلاب در ایران بوده و در واقع الان در دانشگاه مینوسوتاست متولد 1947ه و الان استاد استاد و مدیر گروه کرسی انسانشناسی دانشگاه مینسوتا و این کتاب فصلهای مختلفی داره راجع به اون چیزهایی که یک خارجی که تو ایران بوده و با فرهنگ و زبان ایرانی مواجه شده برداشت کرده مثلا چند تا مفهوم جالب رو این تو فصلاش بهش پرداخته مقوله ای تارف این که ایرانیا یه تعارفایی میزنن که خیلی منظورشون نیست و خارجی ها اینا رو معمولا اشتباه برداشت میکنن مثلا که قابل شما رو نداره یا خواهش میکنم مهمون ما باشید یا اصلا مال خودتونه خیلی از خارجی ها این رو نمیگیرن و فکر میکنن که یارو واقعا داره بذل و بخشش میکنه و منظورش اونه یا چیزی که براش جالب بود این قضیه یه فعل عرض کردم فرمودن شما فرمودید من عرض کردم به عرضتون رسوندم بنا به فرمایش شما و این رو در واقع جزئی از این بازی قدرت میدونه که چگونه شما خودت رو میاری پایینتر و خودت رو در مقام پایینتر به عنوان یه تعارف نشون میدی و از فعل و در واقع لغاتی استفاده میکنی که جایگاه پایینتر خودت رو نشون میده در مقابل طرف مقابل رو در جایگاه بالاتر قرار میدی و این مفاهیمی مثل قربان شما جان نسارم نوکرتم اینا رو خیلی براش جالب بوده و میخوام بگم خوندنش خالی از لط نیست ولی یه مفهومی که در کتابش خیلی به اون میپردازه این مقوله زرنگیه و اصلا این لغات رو هم سرفست کرده به صورت زرنگی با زی نوشته و گفته این کانسپت زرنگی خیلی جایگاه عجیبی تو ایرانیا داره اولا همه سعی میکنن زرنگ باشند و باورشون اینه که اگه زرنگ نباشی سرت کلا میره یعنی شما با انبوهی از انسان ها مواجهی که همه میخوان بیان رنگت کنن ازت سو استفاده کنن این لغات رو هم جالب گرفته و شما باید زرنگ باشی سرت کلا نره و مثال قشنگی میزنه اتفاقایی که تو شهرهای مختلف براش افتاده و این را رو دیده حتی جالبه که این نظام تعارف و این سلسله مراتب نوکرتم، مخلصتم، مخلص تم, تم قربان برم جان نسارم رو هم مقوله اسیا کردن و رنگ کردن هم دیگه میدونه میگه که شما وقتی یکی از حالتهای زرنگیه یعنی شما خودش رو وانمود میکنی که مقامت خیلی پایینتره و طرف مقابل روحی مقامش رو میبری بالاتر که بتونی بهتر ازش بهره ببری و یک دید حالا خصمانه اصلا به ایرانیا نداره این خیلی طرفدار فرهنگ ایران هست و خیلی مثبت نوشته ولی براش خیلی جالبه و اینجوری جا افتاده که این دیگه تو خون ایرانی هاست دیگه و اینا داستانی که همیشه موازه به من که زرنگی, زرنگی زرنگ باشن که سرشون کلا نره یعنی از اون بدبینی پایه نشأت میگیره حتی یه موردی نوشته بود جالب بود که مثلا میگه من رفتم با این مغازه داری دیدم که این دخل و خرجش مثلا اصلا یادداشت نمیکنه و مغازه رو میسپره دست شاگردش میاد بیرون و اینا میگه ازش پرسیدم تو مشهد اتفاق افتاد که خب ببین این شاگردت که هیچ دخل و خرجی نداره تو از کجا میدونی ازت نمیدزده از پول دخل ور نمیداره گفت من میدونم ور میداره گو خب پس چرا اخراجش نمی کنی؟ گفت این اینقدر قشنگ دزدی میکنه که نمیتونم موچش رو بگیرم یعنی موردش این بود که اون طرف با وجودی که به طرف اعتماد داره و معتقد شاگرد خیلی خوبیه ولی تایدلش اون باوری رو داره که شما به صورت یه باور زرد میشنوید که آقا همه دوستن همه دارن یه جایی میدزدن هر کی سرش یه جا بنده من خب یکی کم میدزده یکی منصفانه میدزده یکی یه جوری میدزده که گندش در میاد و اینم به این دلیل این شاگرد رو حفظ کرده بوده که معتقد بوده که این درست دزده ولی دزده باهوشیه دزده با اخلاقیه یه جوری میدزده که دیگه گندش در نیاد و این رو در واقع توی کتابش از این مثال زیاد میزنه و حتی معتقده که این قضیه رو من توی سیاستمدارام دیدم که هیچ کدوم به هم اعتماد ندارن و معتقدن که هیچ کس به دیگه کمک نخواهد خب این برداشت او بود کتاب دیگه ای هم هست که باز در همین راستاست این هم باز به فارسی ترجمه شده این مال 1971 ماروین زونیس میدونید زونیس در مورد فرهنگ سیاسی ایران و در واقع وضعیت ایران در سالهای 1970 قبل از انقلاب کارهای زیادی کرده هنوزم زنده است و استاد دانشگاهه و کتابش از Political Elite of Iran روانشناسی نخبگان سیاسی ایران این کتاب تلختریه در مقایسه با کتاب ویلیام بیمن ویلیام بیمن خیلی یه جوری اصلا ملوسه چهرهش هم ببینی اینه و جالب بدونه که خواننده اپرا هم هست و من نشنیدم ولی میگن خیلی خوب آواز میخونه و یکی از کارهای فرعیش اینه که کنسرت میذاره به صورت سولو و تو جمع میخونه و خواننده قوی هم هست حالا قیافش هم ببینید خیلی دوست داشتنی تره ولی ماروین زونیس یه ذره به نظر میاد خشنتر و بد حالا بخوایم یه ذره اعتماد باشیم بگیم بدجنستره و او در این کتاب روانشناسی نخبگان سیاسی ایران معتقده که تازه مال مثلا زمانیه که خاورمیانه اینقدر درگیر جنگ و توتعه و داعش و این فروپاشی کشورهای اطراف و حجوم کشورهای دیگه نبوده که اصولا ایرانیا به هیچ اعتماد ندارند و یک ذریع به بدبینی دارند و هر کدومشونو رو میبینی به طرز عجیبی معتقدن که بقیه دارن سرشون کلا میذارن و باید مواظب باشه کلا نره سرشون و معتقده که سیاست مدارا ایران هم از این قاعده مستثنا نیستن اصلا این که اینکه باورشون اینه که باید حتما کلک بزنی اگه کلک نزنی رو دست و فکر کنم شما هم در این چیزها زیاد اینا رو شنیدید خب پس بحث ما اینه آیا واقعا اینا صحت داره آیا اینا اقراق ببینیم علم معاصر آیا اصلا میتونه جوابی بده یا ما محکوم به این هستیم که خب ایده شخصیمون رو حفظ کنیم و خیلی دخالت نکنیم آیا علم مطالعه اعتماد حالا شما از بیولوژی بگیر زیست شناسی روانپزشکی، روانشناسی بالینی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی تکاملی، جامعه شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد آیا اینا میتونن چیزی به ما بدن در زمینه اعتماد یا نه؟ این کاریست که من میخوام توی این درس گفتار تا اونجایی که ممکنه دنبال کنم از یه جهت هم مواظب هستم خیلی ساعتش زیاد نشه که افراد خسته نشن و بتونن بحث رو ادامه بدن بیایم این جلسه رو با این مبحث ختم کنیم اصلا تعریف ما از اعتماد چیه؟ بیشتر کتاب هایی که در زمینه اعتماد هستند که من به تدریج که میریم جلو کتاب های خیلی خوبی رو به نظرم که که به نظرم خیلی خوبه و جامع هستند و بیطرفانه نوشتن خدمتون معرفی میکنم بعضی کتاب های جانبدارانه که به نظر میاد نویسندهش هم ایدولوژی خاصی رو دنبال میکنه اونها رو هم خدمتون معرفی میکنم یه جوری با دیدگاه جهانیش آشنا بشید بیشتر اینا متفق القولن که همچین چیزی رو میشه برای اعتماد در واقع ترجمه کرد Trust can be defined as the willingness or intention to make oneself vulnerable to the actions of others اعتماد در واقع خود را در وضعیت آسیب پذیر و معرض اعمال دیگران قرار دادن است یعنی من خودم رو توی موضعی بذارم که یکی دیگه بتونه به من آسیب بزنه این میشه اعتماد حالا این که من به چه دلیلی خودم رو در این موضع بذارم فرع قضیه است مثلا شما فرض کن پولت رو میدی دسته یه نفر دیگه این یعنی شما رو در, مو... در معرض آسیب قرار داده شما رو در موضع آسیب پذیر قرار داده Make oneself vulnerable خود را آسیب پذیر کردند و یا مثلا شما یه حرفی رو به یکی میزنی که میگین می راز منه به کسی نگو خب پس خودت رو داری در موضع آسیب پذیر قرار میدی امروزه که توی این شبکه های اجتماعی هست مثلا میگه آره من عکس ها مداده بودم بهش میبینی خیلی پیش میاد من بهش اعتماد کرده بودم عکس های خصوصی مداده بودم بهش بعد دیدم این عکس ورداشته آنلاین گذاشته پس وقتی شما عکس تو میدی به نفر راز تو میدی به نفر پسورد نمیدونم حساب تو میدی به نفر کارت بانکی تو میدی دست یه نفر یعنی خودت رو در وضعیت آسیب پذیر قرار دادی آسیب پذیری که چی در شرایطی که توان شما برای کنترل اون اعمال دیگران محدوده یعنی حالا ممکنه شما بگین مثلا من خونم رو اجاره دادم به یکی دیگه ولی این به معنی اعتماد نیست چون شما اومدی قولنامه نوشتی محضر رفتی نمیدونم چی کردی چک گرفتی سند گذاشتی چیکار کردی پول پیش گرفتی یعنی این خیلی اعتماد نیست خودت رو در معرض آسیب قرار ندادی یا در معرض اعمال دیگران به گونه که خودت نتونی جمعش کنی قرار ندادی ولی اگر کاری کردی یه طرف بود یعنی اینکه اون طرف دیگه به کرم خودشه میتونه بهت آسیب بزنه میتونه بهت آسیب نزنه اون موقع میتونیم بگیم که شما به اون فرد به اون فرد اعتماد کردیم و حالا سوال پیش میاد که مثلا آیا اعتماد میزانش در انسانها ها نوسان داره آیا بعضی انسانها ها هستن که ای خودشون رو در معرض حمله دیگران قرار میدن آیا بعضی انسانها هستند هستن که نه خیلی مواظبن اصلا حاضر نیستن که هیچ آسیبی رو در وضعیت آسیب پذیری قرار بدن اینا بحث است که ما دنبال خواهیم کرد پس این رو به عنوان تعریف اعتماد به عنوان قسمت اول نگه دارید حالا چرا خودش رو در اون وضعیت قرار میده؟ این هم خودش بحثه آیا به خاطر محبته؟ آیا به خاطر خیرخواهیه؟ آیا به خاطر کمک به هم نوعه؟ آیا دنبال منافعه؟ خب شما مثلا پولتو میدی دست یه نفر میبینی یه مدت مرسوم بود برو باش کار کن سودشو به ام بده ماشین تو میسپاری به نفر برو باش مثلا مسافه کشی کن بعد درآمد و بیا نصف نصف با هم شریک شیم یعنی میتونه لزوما مقوله خیرخواهانه و دوستانه نباشه اصلا این یه بحثیه که دنبال خواهیم کرد که آیا اعتماد ریشه در آلترویزم در واقع کمک به هم نوع و پروسوشالتی حالت کمک به هم آن داره یا اتفاقا بعضی ها معتقدند اعتماد یک پدیده خودخواهانه است یعنی وارد یه بازی با یکی میشی که میگی ببین من موقتا شیشه عمرم رو میدم دستت به این شرط که تو به من یه سودهایی در دراز مدت برگردونی اینا همش جای بحث داره و میخوایم مکانیزم های روانی روانشناختی اینا رو حلاجی کنیم و ببینیم که تو مغز این آدم ها چی میگذره پس اگه اجازه میفرمایید این بحث رو اینجا تموم کنیم خیلی طولانی نشه فایل سنگین نشه از جلسه بعد میخوایم ببینیم که اصلا اعتماد رو چگونه مطالعه میکنن تاریخچه مطالعهش تو انسان چگونه است